میدونم به این کاتاهای کاراته. شاید باورتون نشه ولی کاراته قدمت 2000 ساله داره. یکی از اولین اساتیدی که این رشته رو شروع کرده آقایی بوده به اسم بودی دارما که از هند شروع کرده به سفر کردن به سمت چین و اونجا وارد معبد شاولین شده و در طی 9 سال 18 حرکت رو ابداع کرده که جزء پایه‌های سبک کاراته بوده. کاراته توی لغت به معنی مبارزه با دست خالیه و این برمیگرده به قانونی که سال 1644 تصویب میشه و مبارزان اون زمان رو از حمل سلاح محروم میکنه و این باعث میشه که اونا به سمت مبارزه با دست خالی و به سمت کاراته برن. سبک کاراته از ضربات مشت، لگد، زانو و آرنج بهره میبره. همچنین فنون گلاویزی و تکنیک های درگیری هم داره که اون رو تبدیل به یک سبک خشن و جدی میکنه. تکامل کاراته در سده 19 اتفاق میفته در جزیره ریوکیو قبل از الحاق به ژاپن. در سال 1921 یکی از مربیان تونست کاراته رو به ژاپن بیاره و در اونجا ارتقا پیدا کرد و از طریق شاگردان اون سبک‌های مختلف کاراته به وجود اومدن و بعدها از طریق به خدمت گرفتن مربیان چینی تونستن کاراته رو به شدت و بیشتر ارتقایش بدن. و در سال 1924 اولین مدرسه کاراته توی یکی از دانشگاه‌های ژاپن تأسیس میشه و تا سال 1932 همه دانشگاه‌های ژاپن به یک مدرسه کاراته تجهیز میشن. کاراته بعد از جنگ جهانی دوم و ورود نظامیای آمریکایی به ژاپن و استفاده اونها از سبک کاراته و علاقه زیاد اونها به سبک کاراته شهرتی جهانی پیدا میکنه و وارد سینما و فیلم‌های هالیوودی هم میشه که باعث میشه کاراته به تمام دنیا شناخته بشه. در سال 1970 اولین مسابقه جهانی کاراته با حضور 32 تیم برگزار میشه که منجر به تشکیل سازمان جهانی کاراته میشه. کاراته تونست توی سال 2020 وارد مسابقات المپیک بشه و شما شاهد اولین مسابقه کاراته توی المپیک هستید. کاراته در سال 1342 از طریق فرهاد وارسته وارد ایران میشه و اولین کسی که کمربند مشکی رو کسب میکنه مرتضی کاتوزیانه. اولین تیم کاراته ایران در سال 1352 با هزینه شخصی وارد مسابقات پاریس میشه که در اون مسابقات میتونه مدال برنز بگیره و در سال بعد از اون یعنی 1353 فدراسیون کاراته در ایران تشکیل میشه. اگر از این مدل ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید تاریخچه باقی سبکای رزمی رو ببینید، حتما سبک رزمی مورد علاقتون رو به هم توی قسمت کامنت ها بگید.